این خلبانی بود به نام چنگیز سپهر، اینو بیرونش کرده بودن از نیرو هوایی. روز 31 شهریور که بمباران مهرآباد بمباران میشه، ایشون توی میدون 24 اسفند داشته خرید میکرده، یه دفعه میبینه اوضاع به هم خورده و همه مشبش هستن، یه چیزی بهش به هر حال خلبان بوده میدونسته، سوار تاکسی میشه میره به پایگاه مهرآباد، میره اونجا میفهمه که بله عراق حمله کرده، نمیره خونه. اینی که من خودش برام تعریف کرد، یه روز در حضور محمد حقشناس خودش تعریف کرد، یعنی من رفته بودم دیسپول شب خونه چنگیز بودیم، چیز بود محمد حقشناس هم خدا بیامرز بود، این برای من تعریف کرد، گفت من نرفتم خونه، یه ضرب اومدم تو راهن سوار قطار شدم اومدم دسپول و دم در پایگاه گفتم و منو بردن تو، دوباره لباس پوشیدم، لباس پرواز پوشیدم، اینا لباس نداشت، چرا فرغانی میدونه لباس نداشت، یه لباس بهش دادن، لباس پرواز حتی نداشت. حالا ببین تعریف چی تعریف میکرد، نشسته بودن خلبان های F5 نشسته بودن، رادیو تلویزیون داشت با اینا مصاحبه میکرد، چنگیز نشسته بود سیبیل های خیلی پرپشتی هم گذاشته بود مشکی، برگشت بهش گفت که جناب سروان شما چی میگید، گفت من یه حرف دارم برای خلبان های عراقی، نکنید بمباران نکنید شهرها رو، به ولای علی میام کاری میکنم که پشیمون بشید از این کارتون. این فیلمش الان تو رادیو تلویزیون هم هست که چنگیزی هم که من اونجا بودم که فکر میکنم یکی از این آدمای مشهور نزم آقای خلخالی بود یا کی بود، اومده بود تو پایگاه رادیو تلویزیون هم دنبالش اومده بود و اونجا تو سالن، یکی از اون سالن ها بود نمیدونم کجا بود، جلال حتما بهتر یادش هست، جلوی دوربین تلویزیون مسابقه گفت من بلایی به صدام دارم میگم، یک بلایی به سرت میاریم که مرغان هوا به حالت گریه کنه، عین این جمله بود، طوریش انگشت این میکرد، آره با انگشتم اشاره میداد، گفتش که من داشتم تماشا میکردم که بلایی به سرت میاریم که مرغان هوا به حالت گریه کنه. اتفاقا همون روز هواپیما رو زدن و من گزارش اولیه این بود که از اجک کرده و اسیر شده، من اون روز همش نمیدونستم، دعا کنم گفتم الان این حتما این مصاحبه تلویزیونی را به صدام نشون دادن و حالا الان صدام بلایی به سر میاره که مرغان هوا به حالش گریه کنن و دل اون میسوخ واقعا، ولی بعدا فهمیدیم که روحش شاد، ولی من اونجا بودم، روحش شاد. ببینید شما فقط که جناب نمکی میگن ببخشید، این انسان رو ببین چقدر بهش جفا کردن، در اون لیست 40 نفره بود که اومد و ایشون از اولین نفراتی بود فقط به خاطر اینکه حرفشو میزد گرفتن و تصفیهش کردن، فرستادنش رفت در کوتاه‌ترین مدت بدون که هیچی بهش بدن، گفته بودن باز خریدت میکنیم، نه بازنشستی نه چیزی، ولی این مرد که سوار بر فرس شرفش بود برگشت اومد و جونش رو در این راه گذاشت. یکی این بود و یکی هم جناب نمکی میدونه، شاید من اسمش رو صحیح نگم، از بچه‌ای بود که در کودتای نوژه سرگرد مهر چیچی که در چیز اومد گرفت و در چند مهدیار یکی هم مهدیار بود، اینا کسانی بودن که گرفتن زندان انداختنشون، پدرشون رو در آوردن، باز برگشتن اومدن نشستن تو اون هواپیما و رفتن و شهید شدن. اینها رو وقت بعد میگیرن فرمید میشه خونه اینها رو میگیره پاسا میکنه، عجیبه واقعا. اما مازندرانی هم گفتن ابوالفضل مهدیار، ابوالفضل مهدیار.